سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب صحتمند سرحال باشین و لباس عافیت بر تن کرده باشید. اسم حمیدالله غفوری استک. امروز میخواستم در مورد پروسه پیوان پیتو، چون یک پروسه نو میباشند، اکثر دوستان در صفحات اجتماعی از من سوال میکنند که زیادتر سوالشان از این میباشد که ما به کیس اپلای کنم تا کیس نمبر نامده و کیس نمبر برای آمده به کشور سی میرفتیم تا پیکی نمبر نامده و همین پروسه می باشد که زیادتر سوالاشون به می میگنجد، چون یک پروسه نو می باشد، مثل سوی وره سابقه ندارم. در به این شکل به می خاطر من گرفتم که یک معلومات مفصل و کوتاه برای شما ارائه کنم، انشاءالله که مورد قناعتتان قرار بگیره. دوست عزیز، پروسه پیوان پیتو در 15 اگست 2021 از طرف اداره جو بایدن اعلان شد و در او به شکل منظم گفته بود کسانی که همراه ما به شکل همکار در موسسات غیر انتفاعی یا نان پروفیت یا همراه شبکه های خبری دولت امریکا کار کرده باشند و در برنامه پیوان پیتو شامل می شوند، چون یک پروسه نو می باشد. یعنی اولیت اول، اولیت دو، پریوریتی وان، پریوریتی دو، اولیت اول و اولیت دوم. این پروسه را اعلان کردند که این پروسه متفاوت از پروسه SIV می باشه، یعنی اون پروسیجر کاریشان بیخی از هم جدا می باشد. از SIV که از پروسه استیت دپارتمنت پیش می بره و از P1 P2 که از USRAP پیش می بره، فقط پروسه کاریشان متفاوت تر است، ولی پروسه سیکیورتی یا بک‌گراند چکش یکی است. پروسه طور شروع می شود که در ابتدا موسسات که اول یه طبقه بندی می شود، موسسات که خودش دونر است، موسسات که دونر است، مثلا مثال می تیم USAID که است که خودش یک دونر است که مستقیم دولت امریکا بهش پول می داد که یا سپورت شوند، سپورت می شدن مستقیم. ای کارمندای ازیا که هستند به حساب P1 P2 میشن، شامل پروسه P1 P2 میشن، یا میتونه مثلا خود پروسیجرش تاور است که خود نهاد که است یا بخش منابع بشریشان که است، فرم را دو نوع فرم داره که یکی وریفیکیشن فرم است، یک امپلایمنت وریفیکیشن فرم است و یک اکسل شیت است. اکسل شیت توسط کارمندا خانه پوری میشه و امپلایمنت وریفیکیشن فرم که است توسط بخش منابع بشری خانه پوری میشه، ولی در امپلایمنت وریفیکیشن فرم که است صرف نام و کس که سلید دار است، CEO اون ارگانیزیشن است یا رئیس از اون ارگانیزیشن است، فقط او صلاحیت داره که او ریفر کنه، یعنی دیگه اشخاص نمیتون ریفر کنه، یا منیجر باشه یا دیپیوتی منیجر باشه یا سوپروایزر باشه، فقط از امپلایمنت وریفیکیشن سوپروایزر تان کنفرم میکنه و هم توسط منابع بشری یا HR، ولی امضایش که است تک نام و ایمیل آدرس از رئیس ارگانیزیشن باشن. وقتی که فرم خانه پوری شد، ایمیل آدرستان باید دقیق باشه، شماره تماس، آدرس، همه چیز دقیق باشه، چه قضای فامیل دارن، کلش دقیق میشه. بعدن وریفیکیشن فرم را ایمپلایمنت لیتر، وریفیکیشن فرم را از اون اکسل شیت که است، امرای دکومنتی تان مثلا پاسپورت، نشنال ایدی، کلش به دفتر USRAP ارسال میشه. زمانی که USRAP ارسال شد، کیس نمبر که در کابل هم باشین میه براتون، یا در کشور سیم هم باشین، افغانستان هم باشین، کیس نمبر براتون میه. در کیس نمبر وقتی که هرگاه مثلا اگر اسناد یعنی دکومنت تان مکمل باشه، یک کیس نمبر به شما میه و در او دفتر که به حساب اگر دفتر خودش بخواه که ما را در جریان بانین کیس نمبر میره، یعنی ایمیل آدرس دفتر دو باشن، یک کیس نمبرتون به دفتر میره و یک کیس به خودتان میاد. ولی اکثر اوقات به دفتر روان نکردن، مستقیم به خود نفر روان میکنن. کیس نمبر که برش آمد، همه معلومات دو به جزیات نشته است، جزیات نشته است. حال میم به موسات پارتنر که اسم روشن، یکی خوش شد خود USAID شد، باز USAID خودش پارتنر ها موساد خواهد دارد، یعنی USAID خودش نمیتون مستقیم کل اپریشن پیش بره، در بخش ساعت یک انجور گفتن هایر کردن، در بخش دیگر زیادتر بخش هستن. باز این بخش ها که هستک خود از اون دفتر ارگانیزیشن که هستک، چون همه اونو پیرول، همه امپلایمنت ریکاردش همراه USAID دونر میباشه، اما لیست کارمندای خود ترتیب میکنن و لیست کارمندای خود که ترتیب کرد
کل شبه یو سی دی روان میکنه، کل شبه یو سی دی روان میکنه. یو سی دی به شکل میگم به خاطر که ما مثال میتونیم که یعنی خوب تر بفهمین. یو سی دی روان میکنه و یو سی دی همه این می پیرول امپلایمنت کل اکسپیرینس چیزا رو چک میکنه که دقیق باشه. باز آن بیهاف اف یعنی به نمایندگی از یو ارگانیزیشن یک کلش میگیرن تمام معلوماتش بس یوسرپ روان میکنن. یوسرپ زمان که دید که الیجیبل از به پروسه است نیست امپلایمنت لیتر کل چیزا شکید که دقیق باشه، بعدا کیس نمبر به خود امپلایی میام. به امپلایی که کیس نمبر آمد پروسه پیوان پیتو تاور است که شما وقتی کیس نمبر برتان میده کیس نمبر برتان ذکر میکنه که شما کیس نمبر پروسی پی تو وقت زمان شروع می شود که شما به کشور سیومی برین، یعنی مطلبش است که شما از افغانستان بیرون شوین به کشور سیومی برین کیس تون پروسس کنین. بازه پروسس از کیس تقریبا در ابتدا گفته بودن 12 الی 14 ماه ولی فعلا میگن از 14 الی 18 ماه یعنی 1.5 سال، از 1 الی 1.5 سال وقت میگیره. یادش است و خوبی دی چی است که پروسی پی 1 پی 2 کیس فراد نمیشه چون خود اورگانایزیشن اپلای میکنه و خودش کنفرم میکنه کارمند خودی کارمند مستک و یعنی پروسیش مثل ایسایوی وار نیستک که ایسایوی مثلا خود ریکمندیشن لیتر جور کنی خودت اپلای کنی خودت کام اپرووال باز برش اپلای کنی باز دیر نیش و دیگه شوان، ولی در پیوان پی دو که هستک خودت اپلای نمیکنی. هر مشکل که میای مثلا ارگانیزیشن سالو میکنه، اگه معلومات اینیشال معلومات زرد باشی اضافی از تو پرسان میکنه، اگه نبود خودشان اپلای میکنه پیش میرن. زمانی که شما مثلا از افغانستان بیرون شدین با کشور سیومی میرین، باید شما خود تنوی خود فکر کنید که فاینانشل استیبل باشین، یعنی از نگاه منابع مالی یعنی شما قوی باشید، یعنی پول داشته باشید، یعنی از نگاه مالی مشکل داشته نباشید. زمانی که شما میرین با کشور سیومی اونجا کرای خانه می باشد، مصارف زندگی می باشد، تا 1.5 سال باید زندگی خودتان پیش برین که از کمکتان نمیکنه، حتی یونیت سیار کمکتان نمیکنه. یونیت سیار برتان میگه فقط ما پروتکشن میتیم، پولی کمک کردن نمیتونیم. زمانی که کشور سیومی رفتین، کسانی که مثلا پی 1 و پی 2 مثلا ای آر نمبر برشون آمده، بازمو گفته که شما کشور سیومی رفتین دیگه یک گوگل فارم سیر خانه پوری کنین. فقط دو گوگل فارم دیگه معلومات نیست، معلومات ابتدایی دان است، ولی فرق نقدر است که شما در کشور که میرین باید اون شماره که مثلا در کشور میرین شماره تماس و آدرس از اونجا ذکر میکنین که اون سفارت هر کس که باشه امریتون با خوبی در تماس یا کمیونیکیشن کده بتانه. بعد که در کشور سی میرفتین و فرم خانه پوری میکنین، بعد از او یک ایمیل است یعنی کیس نمبر دوم برتون میاد. شما که در کشور سی میرین و فرم گوگل فرم خانه پوری کردین، برتون یک فرم دیگه میاد یا کیس نمبر دیگه میاد که پیکی نمبر میشه. البته که من در پاکستان هستم خودم که برام اومده پیکی نمبر اومده، کیس نمبر دومی ما اومده، اولی ما اون ار نمبر است، دومی پیکی نمبر است. دیگه دو برت میگه که ما کیست اکتیو ریفرال داری و کیستان پیش ما هستک، شما منتظر باشین که یک دفتر RSC Resettlement Support Center یعنی امریتان تماس میشه بخاطر انترویو و پریویسی.